روزی روزگاری در زمانهای بسیار گذشته پادشاهی زندگی میکرد که 3 پسر داشت. پسران پادشاه دیگه بزرگ شده بودند و زمان اون رسیده بود که یکی از اونها بر تخت پادشاهی به جای پدر بنشینه. یک روز که هر 3 اونها به شکار رفته بودند، در حال بازگشت به قصر بودند که پادشاه همراه با وزیرش بالای عمارت سلطنتی نشسته بودند و اونها رو نظاره میکردند. در همین حین پادشاه رو کرد به وزیرش و گفت: ای وزیر، به نظر تو بعد از ما کدام یک از این 3 پسر لایق تخت پادشاهی است؟ وزیر گفت: قربان، به نظر من هر کدام که کاری تر باشد. پادشاه گفت: آخر هر 3 اینها سوارکاران خوبی، شناگران ماهری و شمشیربازان بسیار عالی هستند. از کجا بفهمیم که کدام یک از اینها کاری تر هستند؟ وزیر گفت: پس فقط یک راه میماند. ما باید از اینها امتحان بگیریم. هر کدام که سربلند از این امتحان بیرون آمد، او لایق تخت پادشاهی است. پادشاه خیلی خوشحال شد و با این پیشنهاد وزیر موافقت کرد و بلافاصله پسرانش رو نزد خود فراخوند. وزیر ماجرا رو برای اونها توضیح داد. به دستور پادشاه ما از شما یک امتحان میگیریم و هر کدام از شما به نوبت 100 سکه و یک اسب میدهیم تا به شهر بروید. هر کدام که بتوانید پول بیشتری پسنداز کنید، او لایق پادشاهی است. وزیر که مرد بسیار با سیاست و عاقلی بود، یک نفر رو هم مأمور کرد تا به طور پنهانی پیش پسران پادشاه بره و سعی کنه اون سکه ها و اون پول ها رو از پسران پادشاه بگیره و اونا رو یه جورایی گول بزنه و اخفالشون کنه تا ببینه که پسران پادشاه باهوش هم هستن یا نه. پسر اول بسیار خوشحال شد، 100 سکه رو گرفت و با اسبش بلافاصله راهی شهر شد. همین که به شهر رسید، تصمیم گرفت به کاروانسرا بره و کمی استراحت کنه. در همین حین مأمور وزیر که اسمش رشید بود، رفت پیش پسر اول و بهش گفت: ای سلام برد جوار، به نظر که در اینجا غریبه ای. دوست داری برای شما یک حباب آب گرم مهیا کنی به قیمت 5 سکه و بعد از آن خوراکی گرم برای تان آباده کنی به قیمت 10 سکه و پس از آن شما را به شهر ببریم و دشتی در شهر بذارید به قیمت 15 سکه؟ پسر بسیار خوشحال شد و این پیشنهاد رشید رو قبول کرد و بعد از اینکه دوش آب گرم رو گرفت، غذاش رو خورد، راهی شهر شد و گشتی در شهر زد. در شهر رشید رو کرد به پسر و گفت: در اینجا یک قهوه خانه ای هست که غذاهای بسیار لذیذی دارد به قیمت 15 سکه. دوست دارید از غذاهای آنجا ابتحال کنید؟ پسر قبول کرد. آقا دیگه همینجوری در عرض یکی دو روز همه سکه هاش رو به باد داد و وقتی دید که هیچ پولی براش نمونده، راهی قصر شد. وزیر که وضعیت پسر اولو دید، رو کرد به پسر دوم و گفت: برادر اولت که هیچ پولی پسنداز نکرد، حال نوبت توست که به شهر بروی. پسر دوم هم 100 سکه رو گرفت و سوار بر اسب به شهر رفت. شب رو در کاروانسرا استراحت کرد و فردا به بازار رفت تا اونجا به خرید و فروش مال بپردازه. رشید وقتی دید که پسر دوم توی بازار داره قدم میزنه، بلافاصله بهش نزدیک شد و گفت: سلام بر تو، معلوم است که در اینجا غریبی. اگر کمکی از من بر بیاید، بگو تا محض رضای خدا به تو کمک کنم. پسر هم گفت: بله، من در اینجا غریبم. من میخواهم که کمی مال خرید و فروش کنم، گاوی، گوسفندی، اسبی، چیزی بخرم و بفروشم تا کمی کاسبی کنم. رشید گفت: چه فکر خوبی، به باب کو ببینیم که چقدر پول داری. پسر گفت: ما 100 سکه داریم، البته این اسب را هم همراه خود داریم که خوب میارزم. رشید گفت: بسیار خوب، پس بابت بیا تا به تو کمک کنم. کمی رفتن توی بازار گشت زدن تا اینکه ناگهان یک اسب بسیار زیبا در حال قدم زدن با صاحبش بود. پسر همین که اون اسب رو دید، حسابی عاشقش شد و از اون خوشش اومد. رشید هم که دید پسر دوم حسابی شیفته اون اسب شده، رفت با صاحب اسب گپ و گفتی کرد و اومد پیش پسر دوم و بهش گفت:
صاحب اسب میگوید که آن را به قیمت 500 سکه به بابی فروشد. گفتی تو چقدر پول داری؟ پسر گفت گفتم که 100 سکه و این اسب. البته صبر کن، من یک انگشتر الماس گرانبها هم دارم که پدرم آن را به من داده، این هم بسیار می‌ارزد. آقا رشید با تمایی همه اون دارایی های پسر رو ازش گرفت و گفت اینها را به بل بده تا لزد آل صاحب اسب بروم، فقط خودت نیا، چون اگر تو را ببیند و بفهمد که اهل ایجالیستی تبعی کند و آن را گرانتر بفروشد. آقا همه دارایی های پسر رو گرفت، اومد کمی جلوتر، ناگهان سوار اسب شد و به تاخت از اونجا گریخت. پسر دوم بیچاره که این وضعیت رو دید و دید که واقعا هیچی گیرش نیامده، دست از پا دراستر برگشت به سمت قصر. وزیر دیگه دید پسر دوم هم اینجوری شده، مأموریت رو به پسر سوم داد. اما شما تا همین جای قصه رو داشته باشید، ادامه قصه رو و وضعیت پسر سوم رو فردا شب براتون میگم.